سلام، به تماشا خوش اومدید. من مریم عرفان هستم. تماشا این هفته به یکی از محبوب ترین برنامه های تاریخ تلویزیون بریتانیا اختصاص داره. برنامه موسیقی راک Old Grey Whistle Test که در دهه های 70 و 80 میلادی روی آنتن بود و در اون هر هفته بعضی از بهترین نوازندگان و گروه های موسیقی راک برنامه اجرا میکردن. در برنامه این هفته ما هم قطعاتی از بهترین اجراهای تاریخی Old Grey Whistle Test رو نشون میدیم و هم به تأثیر فرهنگی این برنامه میپردازیم. پیشنهاد میکنم این برنامه رو با صدای بلند تماشا کنیم. Put your daughter on the stage, Mrs. Worthington. Don't put your daughter on the stage. در دهه 1970 برنامه‌های نزدیک به نیمه شبی که تلویزیون بی بی سی در طی هفته پخش می‌کرد، قرار نبود الزاماً میلیون‌ها بیننده را سرگرم کند. اگر کسی تا آن موقع شب بیدار بود یا آنقدر بیکار بود که هر چیزی را تماشا می‌کرد یا واقعاً بیدار مانده بود تا برنامه‌ای را ببیند که برایش یک هفته صبر کرده بود، این به برنامه سازان آزادی فراوان می‌داد. بیشتر این برنامه‌ها درباره هنر بودند و به مرور شدند دانشگاه شبانه یک نسل. یکی از این دانشگاه‌ها دانشگاه موسیقی راک اند رول و برنامه Old Grey Whistle Test بود. اولین برنامه‌ای که موسیقی راک را به شکلی جدی در تلویزیون بریتانیا به نمایش گذاشت. Old Grey Whistle Test از دگردیسی چند برنامه موسیقی بی بی سی درست شد. اول از همه برنامه برگزیده های پاپ بود که در آن آهنگ های معمولا مخصوص رقص را خوانندگان لبخانی می کردند. اما Whistle Test موسیقی را جدی می گرفت، روی اجرای زنده تمرکز می‌کرد و به جای آهنگ‌های مد روز هدفش معرفی آلبوم‌ها و هنرمندان کمتر شناخته شده بود. چنین بود که یک اتاق 70 متر مربعی در طبقه چهارم ساختمان بی بی سی برای دو دهه یکی از مهمترین مرکزهای موسیقی راک شد. No!
Old Grey Whistle Test مانند عنوان غریبش دریچه‌ای بود به جهانی متفاوت از صداها و سازها. با آنکه تمرکز اصلی برنامه بر موسیقی راک بود، در طی 17 سالی که این برنامه روی آنتن رفت، گونه‌های متنوع از موسیقی روز را ارائه کرد. Better keep on running, Doolin Dalton, till your killers set you free. تا اولین اجرای گروه موسیقی رگه جامائیکایی باب مارلی و ویلرز در تلویزیون بریتانیا برای این برنامه بود. عنوان برنامه آزمون با سوت
از داستانی درباره ساختمان مقر آهنگسازان موسیقی عامه پسند در نیویورک می آمد که هر وقت آهنگ تازه‌ای نوشته می شد، اگر روز بعد نظافتچی‌های ساختمان آن را با سوت تکرار می کردند، معنایش این بود که آن آهنگ می توانست پرفروش شود. اما واقعیت این است که ویسل تست بی بی سی اهمیتی برای پرفروش در اینها قائل نبود. Guess he went up to heaven. Well, I've been downtown such a long, long time. Never make it home by seven. Won't you come and take me home? I've been too long at the fair. Lord, I can't stand it anymore. Feet were sore, but I never knew what laughing was till you walked out the door. Won't you come and take me home? I've been too long at the fair. Lord, I can't stand it anymore. You can give my soul to Abraham. ویسل تست مثل برنامه زیرزمینی اداره می شد. دیر وقت بودنش یک طرف، ساعت پخشش مرتب تغییر می کرد. از آن بدتر بودجهش فقط 500 پوند برای هر اپیزود بود که باید همه چیز از حق و زحمه موزیسین ها تا دستمزد 40 پوندی مجری برنامه را پوشش می داد. برنامه در استودیوی ضبط میشد که معمولاً برای ضبط گزارش‌های هواشناسی استفاده میشد و برای صداهای بلند عایق نشده بود. برای همین وقتی یک گروه راک در استودیو برنامه اجرا میکرد، تمام طبقه 4 بی بی سی میتوانست با آن ضرب بگیرد.
فضای استودیو که در واقع بیشتر به یک اتاق میمانست انقدر تنگ بود که میشد سیمهای گیتار را با سیمهای دوربین اشتباه گرفت. نه جایی برای تماشاگر بود و نه حرکات اضافه. از دل این محدودیت ها نوعی خلوص به وجود آمد. گاهی وقتا اجراهای تازه از آهنگهای قدیمی تر بینندگان را غافلگیر میکرد، مثل شبی که اجرای گاسپل از این اثر کلاسیک پل سایمون روی آنتن رفت. Hello darkness my old friend, I come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was. زود مجله مهم ملودی میکر ویسل تست را به عنوان بهترین برنامه تلویزیون بریتانیا اعلام کرد. حالا بعضی از بزرگترین ستاره های موسیقی راک در آن ظاهر می شدند. جان لنون در ازای چند جعبه شکلات در برنامه ظاهر شد و اریک کلاپتون کنسرتی یک ساعته برای ویسل تست ضبط کرد.
با پایان دهه 70 آن گونه هایی از موسیقی که ویسل تست با آن توجه نشان میداد در جدول های فروش موسیقی افت کردند. دوران طلایی موسیقی بدون آرایش و زینت تمام شد. با وجود تعطیلی برنامه، ویسل تست سرمشقی شد برای چند برنامه جدی دیگر درباره موسیقی. در هیچ دوره‌ای در تاریخ تلویزیون بریتانیا این همه گروه‌های اعلا در حوالی نیمه شب عشاق موسیقی را به چنین سفره سیری مهمان نکردند. شما هم اگر اینها را فردا در حین کار با سوت تکرار کنید، معنایش این است که هنوز از تأثیر ویسل تست کاسته نشده است.